در دنباله درجه دوم 5 12 22 و غیره جمله دهم دنباله کدام است؟ خب میام اول حالت کلی رو می نویسم. جمله عمومی میشه A N دو به علاوه B N به علاوه C. خب سه تا جمله داریم. T1 هست 5، T2 هست 12 و T3 هست 22. اینا رو اینجا جاگذاری میکنم. میگم A در 1 به توان 2 به علاوه B در 1 به علاوه C شده 5. پس A در 1 به توان 2 به علاوه B در 1 به علاوه C شده 5. یعنی چی؟ یعنی A به اضافه B به اضافه C شده 5. برای دومین جمله میگم T2 مساویه A ضرب در 2 به توان 2 به اضافه B ضرب در 2 به اضافه C شده چند؟ 12. پس A در 2 به توان 2 B در 2 به علاوه C شده 12. پس 4A به علاوه 2B به علاوه C شده 12. حالا میام 3 رو قرار میدم. میگم A در 3 به توان 2 به علاوه B در 3 به علاوه C شده 22. خب یعنی 9A به علاوه 3B به علاوه C شده 22. خب الان 3 تا معادله دارم، 3 تا مجهول. میام چی کار میکنم؟ یه بار این دوتا رو با هم از هم کم میکنم، پایینی و منهای بالایی میکنم، میشه 4A منهای A میشه 3A، 2B منهای B میشه یه دونه B، C منهای C میره، 12 منهای 5 میشه 7. این از این. میایم حالا سراغ این دوتای پایین، این دوتا رو از هم کم میکنم. 9 منهای 4 میشه 5A، 3B منهای 2B میشه یه دونه B، B منهای B با هم میره مساویه، 22 منهای 12 یعنی 10. خب الان یه دستگاه دو معادله دو مجهول شد. دوباره پایینی و منهای بالایی میکنم، 5 تا A منهای 3 تا A میشه 2A، B منهای B میره، 10 منهای 7 3. پس A میشه 3 دوم. فعلا A به دست اومد. بریم B رو پیدا کنیم. تو یکی از این دوتا جاگذاری میکنم، تو بالایی جاگذاری میکنم، میگم 3 دوم ضرب در 3 میشه 9 دوم، B به اضافه 9 دوم شده 7، 7 14 دومه، B به اضافه 9 دوم شده 14 دوم، پس B هست 5 دوم. خب C مونده. توی یکی از این معادله ها که C داره قرار میدم، اولی ساده تر از هم است، 3 دوم به اضافه 5 دوم که با هم میشن 8 دوم 4، به اضافه C شدن 5، پس C هم هست 1. خب الان یعنی این معادله که دنبالش بودیم به دست اومد، جای آش میشه دارم 3 دوم میشه 3 دوم N2 به اضافه 5 دوم n به اضافه 1. حالا گفته جمله دهم رو پیدا کن، به جای n میذارم 10 به توان 2 100 تقسیم بر 2 50 ضرب در 3 150 به اضافه، به جای n گفتیم میذاریم 10 10 دوم 5 ضرب در 5 25 به اضافه 1، 150 به اضافه 25 175 با 1 میشه 176. خب کدوم گزینه؟ گزینه 3 176 هستش.